آینده کردستان رو نسل جدید کردستان با تکیه بر اراده ملی تعیین خواهد کرد و یقینا آینده ایش روشن از این لحاظ که هم ملت کرد در کردستان به این نتیجه رسیده و هم جامعه جهانی به این باور دست یافته که کشور کردستان باید تأسیس شود و غیر از این راهی نیست. تحولات و تغییرات اساسی در نقشه خاورمیانه در شروع وقوع. جغرافیای خاورمیانه آبستن تغییرات نوین و جدی است که طلوع کشورهای مستقل کردستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی، بلوچستان و کاسپین امری انکار ناپذیر و حتمی است. در غیر این صورت نه تنها خاور بلکه جهان روی صلح آرامش به خود نخواهد. یک فیلمی پخش شد راجع به آقایی به نام آقای جمال کریمپور که این فیلم من خواهش میکنم اتاق فرمان یک بار دیگه بذاره. تا زمانی که به نام حفظ تمامیت ارضی ایران حق و حقوق ملل غیر فاس پایمال شود و در ایجاد و تشکیل کشورهای کردستان، بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی، فارسستان، کاسپین و غیره با این ملل همراهی نشود، خاورمیانه به هیچ وجه روی صلح و آرامش به خود نخواهد. بله اینجا آقای پورکریم هست، در واقع رسما حالا ما نمیگیم استقلال طلب یا تجزیه طلب، در واقع کرد هست و همین ایشون هماهنگ میکنه تجزیه طلبان آذری رو، تجزیه طلبان اهوازی رو و تجزیه طلبان بلوچ رو با هم دیگه و عکساشون هم دیدید و آقای در ارتباط هستن با برندا شفر یعنی مأمور اطلاعاتی ارتش اسرائیل. مبارزه ما باید برای استقلال کشورهامون باشه، کشور بلوچستان، کشور کردستان، کشور الاحواز و کشور آذربایجان و برای فارس‌ها هم کشوری به اسم فارسستان. این آقای کریمپور اونجا دیگه من از تمامی ارضی کردستان دفاع میکنم، به پدر فارسا برم فارسستان درست کنم با تحریر و چنان نفر تعیین کننده است این آقای جمال کریمپور که تقریبا بشه گفت سخنگوی اصلی تمام خوبگرایان هست. دو جلساتشون هم کاملا فیلماش هست و الان اگر دست به اسلحه بردیم در دفاع از خود بوده، رژیمی خاک ما را اشغال کرده است و ما در مقابل این رژیم دست به اسلحه برده و از خاک و مردمان کشور خودمون داریم دفاع میکنیم، از مردمان کشور کردستان، کشور الاحواز، کشور بلوچستان و کشور آذربایجان جنوبی. اولا تو کی هستی که به نام حالا خلق کرد یا هر چی داری حرف میزنی؟ کی به تو همچین نمایندگی داده؟ جمال پورکریمه، یک فرد وطن فروش بی‌شرف. ببینید که سخنانش چیه، واقعا وحشتناکه. استقرار دولت‌های خودمون، استقرار دولت‌های خودمون، خیلی جالبه. دولت کردستان، دولت آذربایجان، دولت الاحواز و بلوچستان. همین الان نمیگه هست که نوارش همه جا هست که میگه آقا این داستان که میگن فدرالیسم و اینا بی خوده. ما کشور کردستان میخوان، ما کشور آذربایجان میخوان، ما کشور بلوچستان میخوان، ما کشور الاحواز میخوان. داره میگه تو تمام این اینترنت و همه جا هست. اینو فارس میشنفه، تالش میشنفه، رشتی میشنفه، مازندرانی میشنفه، اصفهانی میشنفه. درخواست داریم که در جهت تضعیف، سرنگونی و نابودی نهایی کشور و رژیم ایران دخالتی بشر دوستانه که همانا حمله نظامی توسط آمریکا، اسرائیل و متحدانش به این رژیم است را در صدر برنامه‌هایشان بگذارند و گزینه نظامی به جای آن که به زیر میز برود و روی میز بماند و در اسرع وقت و قبل از آن که دیرتر شود به مورد اجرا گذاشته و عملی شود. تنها راه ما ملل غیر فارس اندیشیدن به استقلال
و فعالیت کامل جدی در این راه است. مملکت اتفاقی بیفته ایرانی نمیمونه، آذربایجان بر خودش یه حکومت میشه، کردستان یه حکومت میشه، خوزستان یکی دیگه از بلوچستان، یعنی دیگه ایرانی نیست. دعوا اتفاق میفته اینجوری نیست مثلا یکی میاد این ایران رو میخواد در حقیقت حفظ بکنه، هر کی تو منطقه خودش قدرتی میشه. با شناختی که ما به عنوان ملت کرد از فاشیسم ایرانی و پان فارسیزم و پان ایرانیسم داریم، جغرافیای جهلی ایران هیچگاه به سوی دموکراسی نخواهد رفت، مگر اینکه استعمارگر ایرانی به پایان برسه و هر کدام از ملت‌ها از طریق حق تعیین سرنوشت به حق و حقوق خود دست پیدا کنند و در قالب چند کشور دموکراتیک بتوانیم همسایگان خوبی برای دیگر باشیم.